اینجا در استودیو با آرش سیگارچی هستیم، همکار من. آرش، واکنش ها در ایران چه بوده به تمدید این مذاکرات و نرسیدن به یک توافق جامع؟ مهمترین چیز انعکاس خبر بود که به توافق نرسیدن، اما از اون مهمتر شاید در واقع مصاحبه ای باشه که قرار تا ساعتی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشته باشه با تلویزیون دولتی ایران، و فکر می‌کنم در اون آقای روحانی عالی‌ترین مقامی باشه که موضع گیری کنه درباره این تمدید مذاکرات، و هنوز هیچ واکنشی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نداریم. خب همیشه این مذاکرات و توافق‌ها در ایران مخالفان و موافقانی داشته. الان این عدم توافق چه تأثیری گذاشته بر فضای سیاسی ایران؟ خب پیشتر اشاره شد به بحث این تمدید مذاکرات در آمریکا. در ایران هم همین مشکلات وجود داره، به خصوص اینکه دولت حسن روحانی از سال 92 تاکیدش بر حل پرونده هسته‌ای بود، و هر چقدر این زمان طولانی‌تر بشه عملاً دولت آقای روحانی ضعیف‌تر میشه، و می‌دونیم که آقای روحانی سعی کرده از این توافق احتمالی استفاده کنه برای تقویت بنیانهای اقتصادی ایران، اما حالا این باز به عقب افتاده، و از طرفی میدونیم که سال آینده در ایران انتخابات مجلس است. اگر آقای روحانی نتونه توافقی به دست بیاره و وضعیت اقتصادی بهتر بشه، طبیعی است که بر وضع اقتصادی مردم تأثیری نمیگذارد، و انگیزه لازم برای هواداران دولت روحانی وجود نخواهد داشت برای اینکه بتونن یک مجلس همسو با دولت روحانی در سال آینده انتخاب کنند. آرش، در مصاحبه‌ای که آقای اوباما یکی دو روز پیش داشتن با شبکه ABC که پرسش و پاسخ بود در ارتباط با تحولات جهان و از جمله مذاکرات هسته‌ای، در آخر صحبتشون آقای اوباما اشاره کردند که حسن روحانی در نهایت خیلی باید زحمت بکشه و این مسئولیت رو داره که این توافق بخواد به نتیجه‌ای برسه، ولی در نهایت حرف آخر رو رهبر میزنه. و الان حالا با توجه به اینکه امروز هم به نتیجه‌ای نرسید این توافقات، تو میدونم که همیشه داری تحولات داخل ایران رو دنبال میکنی، نظر چه هست و نظر در واقع سیاسی و اون افکار عمومی که در ایران در واقع حاکم هست به نقش رهبر در رسیدن به یک توافق در مذاکرات هسته‌ای چه هست؟ خب میدونیم با دو نظام کاملا متفاوت روبرو هستیم. نظام آمریکا ویژگی‌های خاص خودش رو داره، نظام ایران ویژگی‌های خاص خودش رو داره، اما در همین نظام آمریکا آقای اوباما پیشتر اعلام کرده بود اگر توافقی باشه میتونه طرف‌های حزب جمهوری‌خواه در کنگره و مجلس نمایندگان رو راضی کنه، اما در ایران ما این عبارت و این تعبیر رو از هیچ مقامی نمی‌شنویم، چون هیچ کس نمیدونه این کار رو میتونه بکنه جز آیت الله خامنه ای که در یک سال گذشته چنین حرفی نزده و همواره بدبین بوده و گفته من خوشبین نیستم. در کنار این یه سری حرکاتی میبینیم در داخل ایران که عملا به نوعی بهانه دست تندروهای بیرون از ایران میده. مثلا فرمانده سپاه اعلام میکنه که ما حزب الله لبنان رو به موشک های برد نقطه ای با برد زیر 300 یا 500 کیلومتر مجهز کردیم، و میدونیم خب حزب الله لبنان در نزدیکی اسرائیل هست. بیان این مطلب، آن هم در 24 ساعت مانده به ضرب العجل توافق هسته‌ای، میتونه از اون شیطنت‌هایی باشه که هزینه اون رو به جای اینکه اون مقام سپاه بده در واقع ملت ایران به خاطر عدم توافق میدن، یا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، رئیس دولت ایران داره اون هزینه رو میده که فرمانده سپاه چنین حرفی زده. چون الان شرایط بگونه است که این اصلاحات حتی اگر یه مقام بی ربط هم باشه به سرعت ترجمه میشه و در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار میگیره. به همین دلیل اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم میشه به این پرداخت که عملا در ایران همه چیز تحت مدیریت رهبر هست، و حتی این تندروی ها میتونست توسط رهبر جمهوری اسلامی مهار بشه و به نتیجه غیر از این چیزی که امروز شاهدش هستیم منتهی بشه. بازم با همکارم آرش سیگارچی در استودیو هستیم. آرش، آیا با عدم توافق بعد انتظار داشته باشیم که این اعتراض های حقوق بشری در ایران بیشتر بشه؟ طبیعتاً حتی اگر فیلم هایی که پخش شد در 48 ساعت اخیر رو دقت کنیم، خیلی اعتراض های حقوق بشری بیرون هتل محل مذاکرات شکل گرفت، بیشتر شدن، به خاطر اینکه هر چقدر این فاصله ها ایجاد بشه برای گروه هایی که معترض هستن به این جریانات، فرصت بهتری فراهم میکنه تا اعتراض خودشون رو به گوش رسانه ها برسونن و از اونها بخوان که فقط مسئله هسته ای رو پیگیری نکنن. خب آرش، در ایران خیلی خوشبین بودن به این مذاکرات، ولی از طرفی هم میبینیم که دلیل عدم توافق مذاکرات به نحوی مخالفت‌های ایران با خواست‌های بین‌المللی بود.
خب به هر حال طرفین در ایران، در واقع طرفی که در ایران هست، مدعی است که غرب خواسته های زیادی از ایران داره و به همین دلیل میگه که ما نمیخوایم تن بدیم، و در عین حال در روزهای اخیر همونطوری که گفتی مدام میگفتند که فضای مناسبی هست، خوشبین هستن که به مذاکرات به نتیجه ای برسه. اما به هر حال یک سری مسائل داخلی در ایران هست که سایه انداخته به این توافق و در واقع عدم توافق. به نوعی رسانه های دولتی سعی کردن در همین چند ساعتی که از توافق گذشته بگن این که همین که مذاکرات قطع نشده، به خاطر میاریم در دورهای گذشته چند باری مذاکرات به خاطر وجود نداشتن چشم انداز مشترک لغو شده بود. به نوعی سایت ها و رسانه های نزدیک به دولت روحانی میگن همین که یه مهلتی مشخص شده برای اینکه تمدید بشه و این مذاکرات در آینده دنبال بشه، یه نوع موفقیت هست. و خب اینها باید ببینیم که در صحبت های روحانی چه خواهد بود. به هر حال رئیس جمهوری ایران عالی‌ترین مقامی خواهد بود که واکنش نشون میخواد بده. ممنون آرش، متوازی ترین تحولات و واکنش ها به این عدم توافق در ایران رو با شما دنبال خواهیم کرد.